أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. با کسب اجازه از همه خواهران و برادران عزیز نمازگزار و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توصیه بر رعایت تقوا در همه شؤون زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی و یادآوری ضرورت رفتار مناسب و بر اساس آموزه‌های دین با همه مردم، به ویژه با خانواده‌ها، با همسران، فرزندان، همسایگان و مخصوصاً با کسانی که زیر دست ما و شما حساب می شوند، که اینها همه نمونه‌هایی از داشتن تقوای الهی و رعایت تقوا در شؤون زندگی است. در آغاز میلاد پربرکت منجی حقیقی عالم بشریت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلامه علیه و فرزند برومندش ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت و خورشید درخشان آسمان علم و فقاهت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را به محضر شما عزیزان نمازگزار و همه مسلمانان در عالم اسلام صمیمانه تبریک عرض می کنم. آرزو می کنیم خداوند متعال به برکت سالگرد این دو مولود مبارک، موالید نور و رحمت، زندگی همه ما مسلمان ها را در پرتو آموزه های دین، سیره و سنت پیغمبر بزرگوار اسلام و قرآن کریم و در پرتو رهنمودهای روشنگر و نجات بخش امام صادق علیه السلام زندگی های ما را از گذشته بهتر، روشنتر، با برکتتر و صمیمانه‌تر نماید و همه گرفتاری ها را به برکت این دو مولود بزرگ از عالم اسلام و کشور اسلامی افغانستان ما دور گرداند. توجه دارید که در سال روز این دو مولود بزرگ و ارزشمند و متعالی و الهی که از انوار آسمانی و خدایی به حساب می آیند، یکی مؤسس مکتب اسلام و دیگری مبین و
روشن کننده مفاهیم و گسترش دهنده علوم اسلامی در پرتو رهنمودهای پیامبر ایجاب می کند که در رابطه با ابعاد مختلف زندگی این دو بزرگوار صحبت مناسبی صورت بگیرد. اما خطبه های نماز جمعه طبعا وقتش محدود است و نمی توانیم به ابعاد مختلف وجودی این دو بزرگوار در این خطبه ها اشاره کنیم، فقط به همون مقداری که وقت ما ایجاب می کند کوشش می کنم مطالب را خدمت عزیزان به عرض برسانم، ان شاء الله که دین ما به این دو شخصیت گرانمایه عالم اسلام ادا شده باشد. در جریان هستیم که ولادت با سعادت پیامبر بزرگوار اسلام در 17 ربیع الاول عام الفیل بر اساس تواریخی که از ناحیه مورخین اهل تشیع نقل شده و در 12 ربیع الاول بر اساس تواریخی که از ناحیه مورخین بزرگوار اهل سنت نقل شده، اما هر دوتا در عام الفیل گفتند اتفاق افتاده است. و 63 سال عمر مبارک پیامبر بزرگوار اسلام با فراز و نشیب‌های زیاد در خدمت انسانیت و اسلام و گسترش دین و رساندن پیام الهی سپری شد. امام صادق علیه السلام در سال 83 هجری در 17 ربیع الاول متولد شدند و عمر با برکت خودشان را در خدمت به اسلام و گسترش فقاهت و علوم اسلامی که از پیامبر اسلام به ارث برده بودند و از محضر پدر بزرگوارشان امام باقر شکافنده علوم الهی درس گرفته بودند گذراندند و انواری که از ناحیه این امام بزرگوار در عالم اسلام منتشر گردید در نهایت نه تنها دنیای اسلام را بلکه دنیای غیر مسلمان را، دنیای اون روز را و پس از اون روز را نورانی کرد. بسیاری از کشورهای غربی و دانشگاه‌های موجود در اون کشورها از تراوشات افکار شاگردان امام صادق علیه السلام استفاده کردند و البته علم چون متوقف نمی شود پایه و اساس بسیاری از دانش‌های امروز رهنمودها و آموزه‌های امام صادق علیه السلام است، اما خوب علوم روز به روز گسترده می شود. این افتخار است برای عالم اسلام و برای پیروان مکتب اسلام. خب چند دقیقه در رابطه با شخصیت گرانمایه پیامبر اکرم صحبت بکنم و چند دقیقه هم در رابطه با ابعاد وجودی شخصیت امام صادق علیه السلام. خداوند متعال همیشه پیامبران را برای هدایت انسانها فرستاد، اول آنها حضرت آدم و آخر آنها بهترین مخلوقات حضرت خاتم صلوات الله و سلامه علیه حضرت محمد ابن عبدالله بودند. وجود مبارک پیامبر بزرگوار اسلام همون گونه که قرآن کریم می‌فرماید که ما تو را رحمت برای جهانیان فرستادیم، از روز اول ولادتش رحمت بود تا روزی که پیامبر در بین جامعه بشری زندگی می‌کرد. و امروز هم نام پیامبر، مکتب پیامبر، رهنمودهای پیامبر
و یادگارهای پیامبر که قرآن و عترت هستند مایه رحمت برای همه جهانیان است. همه ما شنیده ایم که در شب و روز میلاد پیامبر بزرگوار اسلام اتفاقات عجیبی در دنیا افتاد. بت‌هایی که در خانه کعبه بودند به زمین افتادند، ایوان مدائن ترک برداشت و شکاف پیدا شد، آتشکده فارس خاموش گشت و دریاچه ساوه خشک گردید. اینها هر کدام مظهر از پرستش‌های غیر الهی و شرکامیز بود که مردم اون زمان به اینها گرفتار بودند. شاید این اتفاقات اشاره باشد به این که به همه جهانیان خواست بفهماند دوران همه معبودهای باطل با ولادت این پیشوای بر حق الهی به پایان رسید. دیگه نوبت بت پرستی گذشت، نوبت آتش پرستی گذشت، دریا پرستی گذشت، و ما می توانیم از این استفاده هم ببریم که در سال روز میلاد پیامبر بزرگوار اسلام این میلاد را ما در دل خود و در روح و روان خود تجدید بکنیم. میلاد معنوی برای پیامبر اسلام در اذهان و افکار خود ایجاد بکنیم و بر اساس اون چی که از این میلاد دریافت میکنیم و پیامی که میلاد پیامبر بزرگوار اسلام برای همه جهانیان داشت امیدوار باشیم و در عین حال تلاش کنیم برای نابودی مظاهر شرک در دنیا. همون گونه که میلاد پیامبر بزرگوار اسلام در آمولفیل باعث شد که مظاهر شرک به زمین بیفتند و خاموش بشوند و از بین بروند، همیشه و هر ساله باید مسلمان ها این پیام الهی را با جان و دل دریافت بکنند که سالگرد میلاد پیامبر اکرم و یادآوری از مکتب پیامبر و حمایت راستین از دین پیامبر باید به گونه باشد که مظاهر شرک قدرت خودنمایی در دنیا نداشته باشند و پیروان پیامبر اکرم به تأسی از خود اون حضرت که می‌فرمودند اگر آفتاب را در دست راستم بگذارند و مهتاب را در دست چپم بگذارند من ذره از مرام خودم عقب نشینی نمی کنم، برای این که مرامم مرام خداییست و از خودم اختیاری ندارم. پیروان پیامبر اکرم هم باید چنین باشند. اگر تمام دنیا را برای یک مسلمان بدهند که ذره از اهداف اسلامی و دینی خود عقب نشینی بکند و با شرک و بت‌پرستی و بی خدایی و بی حیایی در همه جلوه هایش در هر کدام از جلوه هایش بخواهد بسازد حاضر نشود و بگوید دنیا را به من بدهند، من از حمایت پیغمبر اکرم، البته حمایت معقول، حمایت منطقی، حمایت مبتنی بر آموزه های دین، حمایتی که موجب احیاء بشریت باشد، موجب آزادی انسانیت از قید و بندهای غیر خدایی باشد، باید از این حمایت مسلمان ها دست بر ندارند. در هر صورت دوران کودکی پیامبر اکرم رحمت بود و برکت بود. در اون روستایی که حضرت را بردند برای اینکه شیر بدهد حضرت را، دو سال در اونجا بودند، اون روستا با وجود حضرت پر از خیر و برکت شد. مواشی اونها، محصولات زراعی اونها بیشتر شد. در دوران نوجوانی وجود حضرت مایه برکت و خیر بود. با مجرد اینکه اون بزرگوار فهمیدند که علی ظاهر و الا نور وجود اون حضرت نور الهی و آسمانی بود، اما به صورت ظاهری و بشری همینقدر که با تعاملات اجتماعی اون زمان آشنا شدند و دیدند که عده به حق مظلومان و بیچارگان ظلم میکنند، جمعی از جوانان را دور خود جمع کردند و پیمان بستند به نام حلف الفضول که
قرارشان بر این بود که باید از هر آدم مظلوم و بیچاره‌ای که قدرت دفاع از خود و حقوق خود را ندارد، پیامبر و دیگر جوانان دفاع بکنند. این در زمانی بود که حضرت جوان بودند، نوجوان بودند و خبر از نبوت نبود. اخلاق اون حضرت اخلاق عجیبی بود، با همه مردم اخلاقشون متفاوت بود. رؤوف بودند، مهربان بودند، امین بودند، هیچ وقت خیانت به کسی روا نمی داشتند. با اندازه بود که در بین مردم اون حضرت قبل از رسالت معروف و مشهور شده بودند به امین، محمد امین نام اون حضرت را می گفتند. در مسائل شخصی چه قبل از بعثت و چه بعد از بعثت، حضرت یک استثناء بودند در بین جامعه بشری اون زمان و طبعا در بین همه جوامع بشری در طول عمر دنیا چنین خواهند بود. عبادت حضرت استثنایی بود، روزها، هفته ها و ماه ها از مردم کنارگیری می کردند، از مشرکین و بت‌پرستان خود را جدا می کردند و می رفتند به گوشه، اکثرا در غار حرا که دسترسی به اونها نباشد، به عبادت خدا می پرداختند، تا اینکه در سن 40 سالگی همونجا برای حضرت وحی نازل شد. در سنین جوانی حضرت به کار و تلاش و تجارت می پرداختند که حضرت خدیجه سلام الله علیها وقتی دید این شخصیت بسیار امین هست، مقدار زیادی از ثروت خود را در اختیار حضرت گذاشتند و سفرهای به طرف شام کردند که مرکز تجارت اون روز بود و کار و کاسبی و تجارت می کردند. این در حقیقت پیام دارد برای ما که انسان باید اهل کار باشد و ان لیس للانسان الا ما سعا. انسان نباید بار زندگی خود را به دوش کسی دیگر بگذارد. حدیث است، الان به ذهنم نیست، از پیامبر اکرم است یا از کس دیگر، فرمودند ملعون من القا کله علی الناس، کسی که بار زندگی خود را به دوش دیگران بگذارد از رحمت خدا به دور است. این ملعون است، این از رحمت خدا بی بهره است. با ما درس دادند که باید کار بکنیم، زحمت بکشیم. اخلاق و رفتار اون حضرت عجیب بود. در مسائل شخصی حضرت همیشه آراسته، منظم، لباسهای شسته و ترتمیز، دندانهای مسواک کشیده، با همون مسواکهایی که الان هم هست در کشور عربستان و مردم مسلمان استفاده می کنند، موهای آراسته و مجعد و بسیار تمیز و با نظافت، همیشه معطر به اندازه‌ای که هر کسی از کنار پیغمبر خدا رد می شد، حتی انسانهای نابینا می فهمیدن که اونها از کنار پیامبر رد شدن یا پیامبر از کنار اونها رد شد، بوی عطر پیغمبر اکرم به دماغ و مشام اونها می رسید. در رابطه با مسائل خانوادگی اونقدر پیغمبر اکرم رؤوف و مهربان بودند و خوش رفتار بودند نسبت به خانواده ها که هیچ کسی مثل پیغمبر نبود. خود حضرت می فرمودند بهترین شما کسانی است که با اهل و عیال خود خوش اخلاق ترین باشد و من بهترین شمایم، چون از همه شما انسانها و مسلمانها با خانواده خود، با همسران خود و با فرزندان خود رفتار و رویه بهتر دارم. این نمونه از اخلاق اون حضرت بود. عطوفت اون حضرت به قدری بود حتی نسبت به دشمنان که حاضر نمی شدند از یک نفر هم انتقام بگیرند. وقتی در زمانی که حضرت به مدینه بودند و فتح مکه صورت گرفت، آمدند مکه، فتح مکه صورت گرفت، تعدادی از نزدیکان و صحابه رسول خدا و کسانی پیشنهاد کردند که دیگه الان ما مسلط شدیم بر دشمنان خدا، وقت این است که از اونها انتقام بگیریم. گفتند الیوم یوم الملحمه. پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند نخیر، ما به دنبال انتقام گرفتن نیستیم، وظیفه ما این است که مرحمت داشته باشیم، خدا وجود ما را رحمت قرار داده. گفتن اعلان بکنید که الیوم یوم المرحمه، امروز روز گذشت است، روز رحمت است. کسانی که در جنگ حتی اسیر شده بودند، پیامبر بزرگوار اسلام حاضر نبودند با آنها بدرفتاری شود. در جنگ خیبر بلال حبشی که مؤذن پیغمبر بزرگوار اسلام بود، چند نفر از زنان یهودی را
اسیر کرده بود. یکی از اونها صفیه دختر حی ابن اختب بود که هم خودش یهودی بود هم پدرش از یهودیان خیبر بود. وقتی اینها را اسیر کرد، دو تا زن ظاهرا اسیر شده بودند به دست بلال، اینها را خواست به محضر پیغمبر اکرم بیاورد، از کنار کشته ها رد کرد آورد به محضر پیغمبر اکرم. اینها خیلی ناراحت شدند، طبیعی است، عواطف انسانی جریحه‌دار میشه، هر کسی عزیز خود را، دوست خود را، منصوبین خود را ببینه کشته شدن ناراحت میشود. اون هم زن جوانی بود و به صورت خود زد، لطمه به صورت زد، صورت خود را خراشید یا هر دوی اونها. وقتی آمدند خدمت پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم نگاه کردند به چهره اونها، دیدند چهره های اونها خراشیده است، اوقات اونها تلخه. سوال کردند چه خبره؟ گفتند که بله، ما را بلال از کنار کشته ها آورد. بلال گفت من از کنار کشته ها آوردم، حالا شاید به این انگیزه که دل اینها بیشتر درد بکنه. پیغمبر اکرم ناراحت شدند با این که بلال را دوست داشتند، مؤذنشان بود، فرمودند که ای بلال، آیا رحمت و عطوفت از دل تو بیرون رفته که تو اینها را از کنار کشته ها عبور دادی؟ فکر نکردی که اینها انسانند و آزرده می شوند و ناراحت می شوند؟ پیغمبر ملاتفت کردند نسبت به اونها و محبت کردند به خاطر این که جبران کرده باشند این قضیه را. با صفیه دختر حی ابن اختب ازدواج فرمودند پیغمبر بزرگوار اسلام و او را آزاد کردند، چون کسانی که در جنگ گرفته می شدند توسط پیغمبر، اصحاب پیغمبر با عنوان اسیر جنگی برده حساب می شدند، او را آزاد کردند. صفیه داوطلب شد به این که با پیغمبر بزرگوار اسلام ازدواج بکند، از بس محبت دید از پیغمبر. این رفتار پیغمبر بود با یک زن یهودی که پدرش و بستگانش در جنگ با پیغمبر کشته شدند. شیما خانمی بود که برای پیغمبر بزرگوار اسلام خواهر رضائی می شد، یعنی حلیمه سعدیه که پیغمبر بزرگوار اسلام را شیر داده بود و مادر رضائی می شد، این شیما هم دختر اون حلیمه بود. در یکی از جنگ ها این شیما هم اسیر شده بود و تعداد یا خودش یا تعداد از اقاربش اسیر شده بودند. آمد خدمت پیغمبر بزرگوار اسلام، ظاهرا تعداد از اقاربش اسیر شده بودند، آمد خدمت پیغمبر بزرگوار اسلام، خودش را معرفی کرد. تا پیغمبر اکرم دیدن که شیما آمده که خواهر رضایی او هست، حدود شاید 60 سال، نزدیک 60 سال بعد از اینکه او را دیده بودند، چون در دوران طفولیت بود دیگه، در کنار او بودند که شیر می‌خوردند پیغمبر اکرم، و این در سال‌های آخری بود که پیغمبر در مدینه بودند، تا متوجه شدند که شیما خواهر رضاییشون آمده، حضرت از جا بلند شدند به احترام شیما. در بعضی از نقل‌ها دارد که عبای خود را، پیغمبر اکرم ردای خود را، هر چی داشتند، چیزی که به شانه می انداختن، اون را چارقد کردن انداختن روی زمین و به شیما گفتن روی این بنشین، احترامش کردن به خاطر این که خواهر رضایی حضرت بود. شیما عرضه داشت که جمع از مردم ما در جنگ اسیر شده اند، من آمدم به عنوان خواهر رضایی شما شفاعت بکنم که اینها را آزاد بکنید. ببینید رفتار پیغمبر اکرم را. پیغمبر اکرم فرمودند که خب، معمولا این اسرا و اموالی که به دست می آید بین مردم مسلمان به عنوان غنیمت جنگی تقسیم میشه، هر کس سهم خود را میبره. من رسول الله که یک سهم دارم، از سهم خودم بخشیدم، گذشت کردم، لکن سهم دیگر مسلمان ها هم هست، تو یک کار بکن، بیا به مسجد، وقت نماز که نماز خونده شد اونجا ایستاده شو، از من همین خواهش را بکن، من میگویم که منی که رسول خدا هستم از سهم خودم گذشتم، تا دیگر مسلمان ها هم به من اقتدا کنند و از سهم خود بگذرند و همه کسانی که از اقارب و از قبیله شما هستند بخشیده شوند و آزاد شوند.
ببینید اینجا چند تا درس وجود دارد. درس اولش این است که پیغمبر خدا به زنان که در طول تاریخ مظلوم بودند چقدر اهمیت قائل است و احترام میکند. درس دومش این است که پیغمبر خدا چقدر عطوفت و مهربانی داشت، ما هم باید یاد بگیریم از پیغمبر. درس سومش این است که زن در جامعه اون روز جایگاه داشت و حضور داشت و در مسجد رسول خدا به زن اجازه میدهد که ایستاده بشود و حرف خود را بگوید. اینا همه درس است. آمد شیما در مسجد بعد از نماز رسول خدا این حرف را گفت، پیغمبر خدا هم فرمایششان را گفتند، اصحاب و کسانی که با پیغمبر بودند اونها هم گفتند یا رسول الله وقت شما از حق خود گذشت میکنید ما هم از حق خود گذشت کردیم. همه اقارب شیما آزاد شدند و رفتند. خواهر عدی ابن حاتم که فرزند حاتم طائی بود، حاتم طائی شنیده اید آدم بخشنده ای بود، این آمد نزد رسول خدا، گرفتاری بود پیدا شده بود، توهین های شاید شده بود، پیش رسول خدا آمد و خودش را معرفی کرد تا گفت من خواهر عدی ابن حاتم هستم و فرزند حاتم طائی. پیغمبر خدا شنیده بودند که حاتم طائی آدم واسخاوتی بوده و این صفت سخاوت بسیار صفت برازندهی هست برای انسان، مخصوصا برای مسلمان. حضرت از جا بلند شدند و او را احترام کردند. خواسته های داشت از حضرت، از جمله این که او را آزاد کنند. گفتند به احترام این که پدرت چنین و چنان بوده تو را آزاد می کنم. رفت به سرزمین شام، برادرش اونجا بود و بت‌پرست بود ظاهرن. گزارش قضیه را به برادرش عدی ابن حاتم داد. عدی ابن حاتم وقتی دید که خواهرش چنین رفتار خوبی را از پیغمبر اکرم دیده، گفت من باید بروم به پیش این پیغمبر، با دینش آشنا بشم، اگر همینطور که تو میگی همینطور باشم مسلمان بشم. آمد خدمت پیغمبر اکرم، آمد با پیغمبر اکرم دید و بازدید و احوال پرسی کرد. در مسیر راه پیغمبر او را دعوت کردند که برویم به خانه که در خدمت شما باشیم میهمانی. پیرزن جلو پیغمبر را گرفت. پیغمبر اکرم ایستادند، دقایق زیادی ایستادند، درد دل اون پیرزن را گوش کردند و بعد را افتادن. این به دل خودش گفت که این آدم سلطان نیست، پادشاه نیست، اگر می بود حرف پیرزن را اینقدر گوش نمی کرد، معلوم بشه ای از طرف خداست. به خانه رفتن، پیغمبر اکرم یک فرش از بوریا داشتن، این فرش بوریا را برداشتن زیر پای عدی ابن حاتم گذاشتن و احترامش کردن، گفتن بفرما اینجا بنشین. او گفت شما بنشینید محترمید. حضرت فرمودن نه، شما میهمانید، احترام میهمان لازمه، شما بنشینید. اون نشست و پیغمبر اکرم روی خاک نشستند، روی زمین نشستند. با خودش گفت که این مردی که قلمرو حکومتش این همه است و در مقابل تمام دنیا ایستاده، تواضعش این مقدار زیاد است که روی خاک می نشیند و مهمان خودش را بر روی این فرشی که از لوف خرما ساخته شده می نشاند. این واقعا از جانب خداوند متعال است. و چیزهای از این قبیل دید. همونجا کلمه شهادتین بر زبان آورد و مسلمان شد. این رفتار پیغمبر اسلام است. عزیزان، اسلام هیچ وقت با زور شمشیر پیش نرفته، با کشتن غیر مسلمان ها کسی مسلمان نمی شود. با اخلاق است، با رفتار حسنه است. و جادلهم بالتی هی احسن، قرآن میگوید حتی با کفار اگر مجادله میکنیم باید مجادله ما با اخلاق و با رعایت ارزش ها و اصول انسانی و رفتاری مناسب باشه. با این چیزهاست که اسلام انکشاف پیدا کرده، با علم است. پیغمبر اکرم کسانی را که اسیر می گرفتند، اگر چیزی یاد داشتند، سواد بلد بودند، علم بلد بودند، با اونها می گفتند که شما 10 نفر از مردم ما را با سواد کن یا معلومات خود را به اونها یاد بده، شما را آزاد می کنیم. چنین رفتار داشتند پیغمبر اکرم. و بردگیری بعد از صدر اسلام دیگه ممنوع شد. راهکار درست کردن برای این که برده ها آزاد بشوند. اما امروز ما مسلمان ها متاسفانه از دستورات و از رهنمودهای اسلام و قرآن کریم کمتر بهره داریم، کمتر استفاده می کنیم. ادعا می کنیم که ما با قرآن آشناییم، با قرآن عمل می کنیم، به سنت و سیره پیغمبر اسلام توجه داریم، اما این ادعاها متاسفانه در مقام عمل خیلی رنگ باخته است. می بینیم به نام اسلام
در گوشه گوشه دنیا نه تنها به غیر مسلمان ها رحم نمی کنند و هر کسی را که غیر مسلمان باشد کوشش می کنند از دم تیغ بگذرانند، حتی با مسلمان ها هم رحم نمی شود. مسلمان به نام اسلام و با شعار الله اکبر برادر مسلمانش را می کشد، در حالی که این در هیچ آموزه دینی و اخلاقی نیامده و با هیچ معیار قابل قبول نمی باشد. ما باید در سالگرد پیامبر بزرگوار اسلام کوشش کنیم که خود را بیشتر با پیامبر اسلام آشنا بسازیم، خود را با رهنمودهای اسلام عیار بسازیم، ملاک‌های دینی را و رفتاری پیغمبر اکرم را در زندگی خود پیاده کنیم تا بتوانیم حقیقتاً از پیروان پیامبر بزرگوار اسلام به حساب بیاییم. چون وقت تنگ است، چند دقیقه هم باید در رابطه با امام صادق علیه السلام صحبت بکنم، بیش از این مزاحم نمی‌شوم. صلوات مرحمت بفرمایید. امام صادق علیه السلام که عرض کردم در سال 83 هجری متولد شدند، سالیان را در کنار پدر بزرگوارشان در خدمت دین و در خدمت رشد مکتب اسلام و بالندگی فقاهت اسلامی قرار داشتند. شاگردان بسیار زیادی تربیه کردند، تا جایی که مشهور است در مکتب امام صادق علیه السلام 4000 نفر درس خوندن و شخصیت‌های ارزشمندی که در عالم اسلام بروز کردند، همه اونها از دست پروردگان امام صادق علیه السلام بودند. حتی ائمه مذاهب اربعه، دو نفر از اون بزرگواران از شاگردان مستقیم امام صادق علیه السلام بودند و دو نفر دیگر از رشحات علمی امام صادق علیه السلام غیر مستقیم استفاده کردند. اون چی که ما امروز داریم و اکثریت احادیثی که به ما رسیده است، از احادیثی است که از زمان امام صادق و امام باقر علیه السلام است. چرا قبل از اون نگذاشتند؟ مخصوصاً مسائلی که منجر شد به شهادت امام حسین علیه السلام و بعد از شهادت امام حسین علیه السلام هم فرصت پیدا نشد که ائمه هدات مهدیین علیهم السلام در جهت رشد و گسترش اسلام و در جهت بالندگی دین و در جهت بالندگی فقاهت اسلامی کار اساسی انجام بدن و به تعلیم و تربیه دینی بپردازند. این مهم در زمانی که خلافت بنی امیه در حال انقراض بود و خلفای بنی عباس در حال به دست گرفتن زمام امور سیاسی بودند، اتفاق افتاد. فضا و شرایط نسبتاً مناسبی به وجود آمده بود. هر دو امام بزرگوار، امام باقر علیه السلام در سالهای پایانی عمر و امام صادق علیه السلام در اوج شکوفایی عمر خودشان، از این فرصت خوب استفاده کردند و میراث گرانبهایی را برای عالم اسلام به ارمغان گذاشتند، به یادگار گذاشتند که همه مردم مسلمان از اونها استفاده کردند. نه تنها ما که به عنوان شیعیان و پیروان امام صادق علیه السلام هستیم از برکات وجودی و از علم اون حضرت و از فرمایشات اون حضرت بهره میبریم، بلکه همه مسلمانان از برکات وجودی و از علم اون حضرت بهره های فراوان بردند. بنده چون وقت کم است، بیشتر به اختصار و فهرستوار عرض میکنم. 32 نفر از راویان معتبر اهل سنت که در کتابهای ارزشمند برادران اهل سنت ما از جمله صحاح سته و مسانید احادیث اونها آمده است، از کسانی هستند که از امام صادق علیه السلام روایت نقل کردند. از جمله شاگردان امام صادق علیه السلام میتوان 4000 شاگردی که داشتند، برازنده ترین اونها شخصیت های مثل زرارت ابن عیون، بکر ابن عیون، حمران ابن عیان، جمیل ابن صالح، جمیل ابن دراج، محمد ابن مسلم که بسیار شخصیت برجسته بود، برید ابن معاویه، هشام ابن حکم، هشام ابن سالم، ابو بصیر، عبید الله حلبی،
عبدالله ابن سنان، ابو الصباح کنانی و امثال اینها نام برد. یکی از شاگردان مشهور امام صادق علیه السلام که تألیفات زیادی هم دارد جابر ابن حیان کوفی است که 500 رساله از امام صادق علیه السلام تهیه کرده و فراهم کرده. جمیل ابن دراج یکی از شاگردان برازنده امام صادق است که از اصحاب سر امام صادق بود و نقل شده که مسائلی را که امام صادق علیه السلام به ایشان میگفتند به بسیاری از شاگردان دیگر نمیگفتند، چون اونها ظرفیت فراگیری و تحمل اون مطالب بالای علمی را نداشتند. لیث ابن بختری از شخصیت هایی بود که امام صادق علیه السلام او را از ارکان زمین می دانستند. هشام ابن حکم از شخصیت هایی بود که جزء متکلمین بزرگ شیعه به حساب می آید و امام علیه السلام می فرمودند که هر که از هشام ابن حکم پیروی بکند از ما پیروی کرده و مخالفت بکند با او انگار که با ما مخالفت کرده. جابر ابن یزید جعفی از کسانی است که امام علیه السلام می فرمودند که این جابر ضعف علمی پیروان ما و دنیای اسلام را با علومی که آموخته است جبران کرده و او را دریای بیکران علم و دانش می نامیدند. اینها شخصیت هایی بودند که از امام صادق علیه السلام کسب فیض کردند و آثار علمی اینها در خیلی از دانشگاه های دنیا، در کشورهای غرب، در اروپای امروز، در آمریکا، الان هم جزء کتاب‌های درسی دانشگاه‌های پیشرفته دنیاست یا حداقل به عنوان منابع اصیل استفاده می‌شود. از جمله رهبران مذاهب اسلامی دو نفر از بزرگواران و دو امام از امام‌های چهارگانه مذاهب برادران عزیز اهل سنت ما از شاگردان امام صادق علیه السلام بودند. یکی از اونها مالک ابن انس است. ایشان می‌فرماید که مدت نزد امام صادق رفت آمد می‌کردم و او را همیشه در سه حال می‌دیدم، در یکی از سه حال می‌دیدم: یا نماز می‌خواند، یا روزه‌دار بود، یا تلاوت قرآن کریم می‌کرد. و گفت که هرگز ندیدم امام صادق علیه السلام روایتی را نقل کند اما بدون وضو باشد. این عبارت هم از مالک ابن انس نقل شده، گفت ولا یتکلم بما لا یعینه، امام صادق حرف بی فایده نمیگوید. و کان من العلماء العباد و الزهاد الذین یخشون الله، امام صادق از اندیشمندانی بود که بیشترین عبادت را داشت و اهل زهد بود و از کسانی بود که از خدا می ترسیدن. بعد امام مالک می فرماید و ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب بشر افضل من جعفر ابن محمد الصادق علما و عبادتا و ورعا، چشم ندیده است، چشم بشریت ندیده، گوش کسی نشنیده، بر قلب کسی خطور نکرده است که انسان برتر با فضیلت تر و عالم تر از جعفر ابن محمد صادق باشه، از نظر علم، از نظر عبادت و از نظر تقوا. غیر از اینها از جمله بزرگان دیگری که از اهل سنت هستند، علمای نامدار اهل سنت که از امام صادق استفاده علمی کردند و جز همین 4000 شاگرد امام صادق بودند، میشه از چند نفر نام برد: محمد ابن اسحاق، شعبت ابن حجاج، ایوب سجستانی، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینه، یحیی ابن سعید انصاری، ابن جریح مکی و قطان بصری. و اما امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه، ایشان می فرماید ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد، من فقیه تر و داناتر از جعفر ابن محمد از امام صادق علیه السلام ندیدم. این حرف کمی نیست که رهبر و مؤسس یک مذهب بزرگ که اکثریت دنیای اسلام پیروش هستند بگوید. میگه من از ایشان آدم عالمتر ندیدم. این خودش اعتراف به اینه که یعنی امام صادق علیه السلام از خود ابو حنیفه رحمت الله علیه عالمتره.
خب این که معلوم بود، در این حال میفرماید لولا السنتان لهنک النعمان، اگر اون دو سال نبود که من پیش امام صادق رفتم و از محضر علمشون استفاده کردم، ممکن بود فتاوایی بدهم که موجب هلاکت بشود. ابو حنیفه نقل میکند، میفرماید که منصور دوانیقی جعفر ابن محمد صادق را احضار کرد و مرا هم احضار کرد، از من خواست که 40 مسئله مشکل از امام صادق علیه السلام سوال کنم. طبعا ابو حنیفه رحمت الله علیه ارادت داشته به امام صادق، شاگرد حضرت بوده، ولی منصور دوانیقی حالا چه انگیزه ای داشته بماند، خواسته مجلس بحث و مناظره فراهم کنه. گفت تا وقت وارد شدم در حیره این جلسه را برگزار کرده بود، ابهت امام صادق علیه السلام مرا تحت تأثیر آورد، اونچنان که هیچگاه ابهت منصور دوانیقی اونچنان مرا تحت تأثیر نیاورده بود. بعد منصور دوانیقی ابو حنیفه را خواست به امام صادق معرفی کند، گفت ایشان جناب ابو حنیفه هستند. امام صادق فرمودند بله من میشناسم ایشان را، طبعا شاگرد و استاد بودند، همدیگر را خوب میشناختند. منصور گفت که اشاره کرد به جناب ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه و گفت که مسائل را که شما دارید، این مسائل 40 را با امام صادق در میان بگذارید. همه این مسائل را با امام در میان گذاشت. امام علیه السلام همه را با سعه صدر پاسخ دادند و فرمودند علمای بغداد در این رابطه چنین میگویند، علمای مدینه چنین میگویند، کیا در این رابطه چنین نظر دارند و نظر ما این است. بعد ابو حنیفه میفرماید اعلم الناس اعلمهم به اختلاف الناس، داناترین مردم کسی است که اختلاف علمی مردم را هم به خوبی میداند. اینها نمونه هایی بود از شخصیت علمی امام صادق علیه السلام. خداوند متعال را سپاس گذاریم که ما و شما را و مسلمان های عالم را توفیق داد که پیرو پیامبر بزرگوار اسلام باشیم، بر ما منت نهاد و از امت رسول خودش رسول گرامی اسلام قرار داد و بر همه مسلمان ها منت نهاد و اونها را از سرچشمه پرفیض علوم نبوی که توسط امام صادق علیه السلام گسترش یافت، همه مسلمان ها را، شیعه و سنی را در طول تاریخ بهرمند گردانید. خدایا با محمد و آل محمد برای همه ما توفیق آشنایی بیشتر با موازین دین و اسلام و قرآن عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد و على آله الطیبین الطاهرین، سیم ابن عمه علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین، و على فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین، و على سبطی الرحمت و امام الهدى الحسن والحسین، و على علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الهاد المهدی حججک على عبادک و امنائک فی بلادک. عباد الله، اخوانی و اخواتی، اوصیکم و نفسی بتقوى الله و طاعته و اجتناب معصیته و احذرکم الدنیا و الاغترار بها. در این خطبه همه خواهران و برادران عزیز را و خودم را بر آیت تقوای الهی در همه شؤون زندگی توصیه می نمایم. ان شاء الله توفیق رعایت تقوا برای همه ما وجود داشته باشد. مسائل مختلف را یادداشت کرده بودم که در این خطبه خدمت عزیزان به عرض برسانم، لکن از همه اونها صرف نظر می کنم چون وقت تقریبا تمام شد.
فقط در حد 5 دقیقه یا کمتر از اون، در حدی که خطبه منعقد شده باشد، خدمت عزیزان مطالب به عرض میرسانم. مطلب اول ما در رابطه با این وضعیت است که در کشور داریم. رهبران کشور 100 روز از تشکیل این حکومت گذشته هنوز متاسفانه نتوانستند که سر کابینه به توافق برسند. عرض میکنم که خواست مردم این است که سر این مسائلی که ارزش چندانی ندارد اینقدر جنجال نکنند. مردم افغانستان مستحق این هستند که زحمت کشیدن، به شما رأی دادن، هر چیز زودتر سرنوشت کشور را با تعیین کابینه جدید مشخص بکنید و مردم را و کشور را از این سردرگمی نجات بدهید. مسئله بعدی که عرض بکنم این است که در رابطه با وضعیتی که امروز در دنیای اسلام ایجاد شده، متاسفانه عملکرد بعضی از گروه ها در کشورهای اسلامی هم سوال برانگیز است، هم مایه بدنامی اسلام و مسلمان هاست و هم رفتار قدرت ها در رابطه با اینها رفتار دوگانه ای هست. از یک جانب میگویند ما داعش را بمباران میکنیم، از بین میبریم، از جانب دیگر باز در کشور دیگر کمک میکنند و حمایت میکنند برای کسانی که بر علیه امنیت کشورهای اسلامی فعالیت دارند. بودجه اختصاص میدهند قدرتمندان، سلاح و امکانات به اختیارشون میگذارند، توسط هواپیماهای ناشناس برای خود همین نیروهای داعش سلاح و امکانات ریخته میشود که اینها بسیار سوال برانگیز است و اگر بخواهند مردم را با این رفتار فریب بدهند، باید متوجه باشند که مردم امروز در دنیای اسلام بیدارند و آگاهند. و مسئله آخری که عرض بکنم که برای ما مسلمان ها واقعا غیر قابل تحمل است و برای هر انسان عاقل تعجب برانگیز اینه که مردم مسلمان فلسطین در طول این 60-70 سال قتل عام شدند. کسی حرف اونها را نشنید و دادشان به جای نرسید. امروز رهبران فلسطینی تلاش میکنند که در دادگاه بین المللی لاحه عضویت پیدا کنند تا بتوانند از مظالم جنگی که سربازان اسرائیل و جنایاتی که اونها میکنند شکایت بکنند از جانیان خود اونها و دنیا و خیلی از کشورها این حق را به اونها قائل شده. دبیر کل سازمان ملل هم گفته است که فلسطین صلاحیت عضویت در دادگاه بین المللی را دارد. اما تعجب است از قدرت‌هایی که ادعای رهبری جهان را دارند. کشور آمریکا و حکومت آمریکا اظهار داشته است که فلسطین دارای حاکمیت نیست و صلاحیت عضویت در دادگاه بین المللی جنایی را ندارد و مسئولین حکومت اسرائیل هم گفتند ما به هیچ قیمت اجازه نمی دهیم که فلسطین عضویت در این دادگاه پیدا کنه و پای سربازان اسرائیلی به دادگاه کشنده بشه. این یعنی یک بام و دو هوا. اگر حقوق بشر هست و اگر انسان ها حق دارن آزاد زندگی بکنند و اگر جنایتکار باید به محکمه سپرده بشود، چطور است که در رابطه با مسلمان ها اگر چنین قضیه اتفاق بیفته کسی حق ندارد از حق خود دفاع بکنه؟ مردم مظلوم فلسطین حق دفاع از خود را ندارند. اما اگر نوبت به غیر مسلمان ها رسید، هم اونها بشرند، هم حقوق دارند و هم باید از حقوق خود دفاع کنند، هم باید بیایند کشورهای این حق را به خود میدهند که بیایند کشورهای اسلامی را به گونه های حضور پیدا کنند، در جاهای نیرو پیاده کنند، در جاهای اشغال بکنند و بگویند که ما از حق مشروع خود دفاع میکنیم. این کار منطقی ندارد. امیدواریم که دنیا یک روز آگاه بشود، کشورهای قدرتمند حقوق خود را با حقوق دیگران مساوی بدانند و همه را انسانهای بدانند که حق دارند بر روی این کره زمین آزاد زندگی بکنند و حق دارند از زندگی خود دفاع کنند. بیشتر از این مزاحم نمیشوم. خدایا با محمد و آل محمد گرفتاری ها را از جوامع مسلمین دور گردان. خیر دنیا و آخرت به همه ما عنایت فرما. با ظهور امام زمان علیه السلام امن و آسایش و راحتی و
بهروزی به همه مردم و مسلمان ارزانی بدار، وحدت و اخوت و صمیمیت به برکت میلاد پیامبر بزرگوار اسلام و امام صادق علیه السلام در جامعه اسلامی ما و همه جوامع بشری روزافزون بفرما. اموات گذشتگان و حقداران و شهدای ما را ببخش و بیامرز. ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله.